فرانسه با بازگشایی یک مسجد متعلق به سلفی ها مخالفت کرد. مجلس شورای ملی فرانسه از بازگشایی مسجد الروزه در شهر سندونی که متعلق به سلفی هاست به دلیل تبلیغ برای پیوستن شهروندان به گروه های تروریستی در سوریه جلوگیری کرد. به گزارش روزنامه لوماند فرانسه این مسجد توسط یک هیئت سلفی موسوم به مؤسسه بیت مصر مدیریت شد که در نوامبر سال گذشته میلادی توسط مقامات فرانسه بسته شد به نوشته لوموند این مسجد آخرین مکانی بوده که بسیاری از تروریست های ازامی از فرانسه به سوریه به بحانه های مختلف در آن تجمع می کردند. صالح عطیه متولی این مسجد در خصوص بسته شدن آن شکوائیه قضایی مطرح کرد ولی شورای مجلس ملی فرانسه پس از تحقیقات خود با آن مخالفت کرد و حکم بسته بودن این مسجد سلفی را تأیید کرد در همین راستا دستگاه اطلاعات فرانسه نیز این مسجد را مکان جذب سنی های تون رو برای جنبش های تکفیری و محل آماده سازی و تربیت بسیاری از شهروندان فرانسوی برای گرویدن به گروه های تروریستی در سوریه برشمرد به گفته دستگاه اطلاعات فرانسه امامت این مسجد را نیز یک جوان سی ساله به نام حاتم روینز بر عهده داشته که با فریب دادن مردم آنها را تشویق می کرده تا به سنیه های تندرو در سوریه بپیوندند